سیاست فرهنگی گروه طالبان از زمان تسلط بر افغانستان در چندین مورد جنجالی شده است. از جمله این موارد روی کرده این گروه در مورد زبانهای ملی افغانستان که به دوگانگی رفتاری در قبال آن متهم شده است. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. دیروز به مناسبت روز جهانی زبان مادری وزارت اطلاع رسانی و فرهنگ طالبان با انتشار بیانیه اعلام کرد که برای رشد همه زبانهای بومی این کشور تلاش می کند. در بیانیه این وزارتخانه آمده زبانها در یک جامعه وسیله افهام و تفهیم است. باید تمام زبانهای مروج در کشور بدون تفکیک و امتیاز ضمن اینکه احترام شود رشد و توسعه یابد. به گفته وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در حال حاضر بیش از سی زبان بومی و مادری در کشور وجود دارد این وزارتخانه تایید کرد به عنوان ارگان مسئول متعهد به حفظ تنوع و بهبود همه زبانهای بومی و مادری است گفتنیس روز 21 فوریه برابر با دوم اسفند از سوی سازمان علمی فرهنگی و آموزش سازمان ملل متحد یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده است یکی از دلایل نامگذاری این روز کمک و احترام به تنوع زبانی در جوامع مختلف بوده است وزارت اطلاعاتی و فرهنگ طالبان در حال بر حفظ تنوع رشد و توسعه تمام زبانهای مروج کشور بدون تفکیک و امتیاز تاکید کرده که این گروه از زمان تسلط بر افغانستان تا کنون بارها متهم به فارسی ستیزی شدهاند گروه طالبان پس از اینکه قدرت را در دست گرفتند تابلوهای شماری از دانشگاه ها را در استانهایی که ساکنان آنها عمدتا فارس زبان بودند به زبان پشتو تغییر دادند این گروه همچنین زبان فارسی را از تابلوهای ادارات دولتی حذف کرد و به جای آن تابلوهایی با زبان پشتو و انگلیسی نصب کرد طالبان از جمله زبان فارسی را از تابلوی دانشگاه بلخ در شمال افغانستان مراکز پزشکی مرکزی استان هرات در جنوب غرب و تابلوی استان بامیان در مرکز این کشور هست کردند اکثر ساکنان این استانها فارسی زبان هستند این اقدام ها با واکنش گسترده شهروندان افغانستان از جمله شاعران، فرهنگیان، روزنامه نگاران و نویسندگان مواجه شد و آنها طالبان را به فارسی ستیزی آشکار متهم کردند. فاطمه موسوی اخبار شیعه